سلام، درس 46 با عنوان liking and disliking. چیزایی که دوست داریم like میکنیم یا چیزایی که دوست نداریم dislike. Read and listen to these three people talking about likes and dislikes. خب گوش بدیم ببینیم این سه نفر چی میگن. I'm a lifelong fan of U2. They're my all-time favorite band. میگه که من یک فن قدیمی، یک در واقع طرفدار قدیمی گروه یوتو هم. لایف لانگ یعنی در واقع اگزاجره است، ولی خب یعنی کل عمرم طرفدار اینا بوده. They're my all time favorite یعنی بهترین بند تمام دوران ها دیگه، برای من دیگه بیشتر از همه اینا رو دوست دارم. بندم که گفتیم دیگه، به بند موسیقی میگیم، پس نمیگیم میوزیک بند یا میوزیکال بند. خود کلمه بند یعنی گروه موسیقی. In addition to the sheer enjoyment of listening to their music, I'm also a great admirer of Bono and his philanthropic work. Sheer enjoyment. Enjoyment یعنی لذت. Sheer معمولا همون هر چیزی که داریم نمونی صحبت میکنیم شدتشو بیشتر میکنه. اینجا میشه نهایت لذت. یعنی لذت خالصی که من از موسیقی اینا میبرم. علاوه بر اون a great admirer یعنی خیلی خیلی این آدم رو، بونو رو تحسین میکنم. تو admire تحسین کرده نفر. I'm a great admirer of Bono. این بونو رو خیلی تحسین میکنم. بابت چی؟ philanthropic work، کارهای انسان دوستانه. He's concerned not only with the fleeting pleasure of fame and fortune but also with making a difference in the world. میگه که اون در واقع فکر میکنه یا براش مهمه که the fleeting pleasure یعنی لذتی که شما در لحظه و در حال از چی میبری؟ از fame and fortune، ثروت و شهرت، در واقع شهرت و ثروت. شهرت، فیم، فوچین هم ثروتشه. But also with making a difference. To make a difference یعنی تغییر معمولا هم در جهت مثبت میگیم. With making a difference in the world یعنی یک تغییر مثبتی هم در دنیا به وجود بیاره. حالا البته میگم این تو مثبت ننوشته، ولی معمولا این عبارت بار معنایی مثبت داره. I hold him in the highest regard for this reason. To hold somebody in the highest regard یعنی دیگه حد نهایت احترام رو برای یک نفر قائل بشید. خیلی خیلی زیاد برای یک نفر احترام قائل بشید. نفر بعدی میگه که When my daughter was a baby, I noticed that she developed a particular liking for classical music. To develop a liking, حالا این particular هم میتونید بهش بگید، for something یعنی یک علاقه ویژه، یک علاقه به خصوصی است، چیزی رو در خودتون پرورش بدید. این چیه؟ and بله. And when she was 6 I signed her up for violin classes. و وقتی 6 سالش بود من ثبت نامش کردم کلاس ویولون به. It was a real pleasure to see her obvious enjoyment of the lesson. A real pleasure یک واقعا لذت واقعی بود که چی ببینم؟ obvious enjoyment لذتی که اون میبره انقدر واضح بوده، یعنی به وضوح لذت میبرده از این کلاس ها. این دیدن این برای منم یک لذت واقعی بود. She grew quite attached to her teacher who says that she has the potential to turn her great love of music into a professional career. میگه که she grew quite attached. To grow attached to somebody یعنی که شما یواش یواش به مرور از این آدم خوشتون بیاد، دوستش داشته باشید. میگه خیلی به معلمش وابسته شده، معلمش رو خیلی دوست داره، که معلمم میگه این دختره پتانسیل اینه داره که عشق زیادش رو، great love of music، عشق زیادش به موسیقی رو
تبدیل کنه به یک مسیر شغلی حرفه‌ای. Into a professional career. Now my daughter is 13 and lately she's expressed a clear preference for the most difficult pieces of music. She says she wants a challenge. خب میگه حالا دخترم 13 سالشه و این اواخر lately she expressed a clear preference. Preference ترجیح دیگه. یک اگه به وضوح یه چیزی رو شما ترجیح بدید به روشنی a clear preference for the most difficult pieces of music یعنی به وضوح ترجیح میده که بره سراغ اون در واقع قطعات سخت موسیقی. برای چی؟ برای اینکه میگه she says she wants a challenge. دنبال چالش میگرده. و نفر بعدی میگه که I took an instant dislike to Sam from the moment we were introduced. یعنی همون لحظه اول ازش بدم اومد. Took an instant dislike. همون لحظه که دیدمش با این حال نکردم. از این خوشم نیومد. لحظه ای که به هم معرفی شدیم. Within 5 minutes, I mean, در عرض 5 دقیقه, he was talking about his deep dislike of foreigners. میگه که از یک در واقع حالا نفرت که نمیشه اینجا گفت یک بیعلاقگی عمیق نسبت به خارجی ها صحبت کرد. Without knowing that my own parents were immigrants from Argentina. بدون این که بدونه پدر مادر خود من مهاجر بودن که از آمریکا از آرژانتین اومدن. He said he had nothing but contempt for people who abandoned their own countries to come to ours and then began making horribly racist jokes and comments. میگه که میگفت من هیچ چیزی غیر از نفرت از این آدما ندارم. Had nothing but contempt. از چه آدمایی؟ از کسایی که مملکت خودشون رو ول میکنن میان کشور ما. And then began making horribly racist jokes and comments. شروع کرد جوکای یا حرفای نجات پرستانه زدن. خب ویژگی های بارز یک احمق رو در این دو خط میبینید. I have no idea where Sam's blind hatred و یا irrational hatred a foreigner comes from, but he seems to have developed a strong aversion to interacting with anyone who's the slightest bit different from him. خب دوباره میخونم چون طولانی شد. I have no idea where Sam's blind hatred, این نفرت کور، نفرتی که معمولا هم با چیز نیست دیگه، منطقی نیست دیگه، بر اثر احساس به وجود اومده تحت تاثیر پروپاگاندا یا چیزی شکل میگیره یا غیر منطقی irrational. این در واقع نفرت کور یا این نفرت غیر منطقیش از خارجی ها از کجا اومده؟ اما به نظر میاد که he seems to have developed a strong aversion، یک بیعلاقگی یا حالا البته میشه دیگه در این حالتی که این میگه دیگه نفرت باید بگیم این dislike رو، یک نفرت واقعا قوی رو بهش رسیده، یعنی در طول سال روش تأثیر گذاشته در ارتباط با هر کسی که یک کمکی باهاش متفاوته. خب به اینجور آدم ها البته معمولا میگیم conservative. البته یه چیزی بگم، هر conservative این شکلی نیست واقعا. آدم conservative با آدم محافظه کار میگن. خب اما این ویژگی که اینجا میگید از محافظه کاری میاد. محافظه کاری خب تو هر زمینه‌ای نشان از مقاومت تا حد امکان در برابر تغییر داره دیگه. شما سعی میکنید چیزی که یک وضعیتی داره به همون حالت بمونه. یا تغییرات خیلی خیلی آدمای کنزرواتیو درست حسابی تغییرات حساب شده رو میپسندن. ولی خب بالاخره طیف دیگه، آدم احمق در دو سر هر طیفی وجود داره. I tried to be polite, but deep down I hate him with a passion. میگه من سعی کردم مؤدب باشم اما deep down یعنی در یعنی ته دلم عجیب ازش بدم میاد. خیلی زیاد. I hate him with a passion یعنی
خیلی زیاد. hate him a lot اینجا نوشته. خب نکاتی که توی این درس بودم با هم مرور کردیم، liking and disliking. چند تا کلمه رو به نظرم میاد که خوبه که غیر از چیزی که توی این درس گفتیم توی دیکشنری چک کنید. یکی شیعه هست، اینو خیلی توی انگلیسی به خصوص انگلیسی بریتیش خیلی میشنویم. fleet این عبارت رو هم چک کنید و regard کالکیشن های دیگه ای هم داره، ولی خب کلن یه چند تا مثال ازش بخونید خوبه، چون مثال هایی که تو کتاب اومده کمه. و یکی دیگه هم بود که میخواستم بگم aversion، بله این هم توی دیکشنری چک کنید، یه چند تا مثال رو اینا بخونید برای اینکه این درس رو بهتر بفهمید. خوبه، من برای اینکه درس طولانی نشه دیگه نمیرم سراغ دیکشنری. و اینم از این درس. کویز رو فراموش نکنید، فایل صوتی همینطور گوش بدید و اگر سوالی هم بود توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.